دیباچه بر الهیات نظاممند ترجمه نگین نوریان دهکردی و سعید ماخانی آرسی اسپرول فصل 58 داوری پایانی در صده 19 هم فیلسوف آلمانی فردریش نیچه مرگ خدا را اعلام کرد با این کار او، روحیه خوشبینانه بی سابقه ای در جهان روشنفکری پدیدار شد که تأثیری شگرف در فرهنگ اروپا و آمریکا داشت. بسیاری مرگ خدا را با آغوش باز پذیرفتند. خبرها از پیش پیروزی بزرگ انسانگرایی را فریاد می‌زدند که بشریت را البته به نظر آنان از تکیه بر خدایان طبیعی آزاد می‌ساخت و به او امکان میداد تا به جای آن به فناوری و آموزش تکیه کند. مردم پیش بینی می‌کردند بر جهان بیماری، جنگ، جهالت و همه مصائبی که تمدن بشری به دانها مبتلا بوده، چیره خواهند شد. اوگوست کونت، فیلسوف فرانسوی قرن 19 همی مدعی شد تاریخ به سه مرحله تقسیم می شود طفولیت، بلوغ و بزرگسالی. او در توصیف توسعه تمدن غربی گفت در دوران طفولیت این تمدن مردم زندگی خیش را بر اساس دین تعریف می کردن. اما همچنان که تمدن رشد کرد و بلوغ یافت آنها فلسفه ما بعد و طبیعی را جانشین دین کردند. اما به بیان او بلوغ واقعی فقط با عصر علم از راه رسید و این پیشگویی خوشبینانه بود درباره آنچه علم بر خواهد آورد و شادمانی و شوقی به اندازه را در مردم برمیانگیخت. من جنگ جهانی اول را مانع عظیم بر سر راه این خوشبینی تکاملی دیدم. اما حتی آنانی که با آغاز جنگ ناامید شدند به امیدهای انسان محورانه خیش پایبند ماندند. در حالی که آن منازعه را جنگی برای پایان همه جنگ ها اعلام می کردن. البته آنها هولوکاست در جنگ دوم جهانی یا فلسفه های بدبینانه اکزیستانسیالیسم خدا ناباورانه در نوشته های جان پول سارتر، آلبر کامو و دیگران را پیشبینی نمی کردن. در بطن خوشبینی قرن نوزدهمی خبر خوش آن بود که چون خداوند وجود ندارد نیاز نیست درباره داوری پایانی بیمناک باشیم و از آنجا که قضاوتی در کار نیست پاسخگویی اخلاقی هم مطرح نیست اصر ننگین هنگامی که بدبینی روزگارمان را در نظر میآوریم در میابیم امروز در تقابل با خوشبینی قرن نوزدهمی تغییر جهتی افراتی رخ داده است انسان تصادفی کیهانی در نظر گرفته می شود که بیوقفه در سراشی به چاهی بی انتها از پوچی در حرکت است. تفکر اکسیستانسیالیسم نهیلیستی می گوید انسان در نهایت پاسخگوی زندگی خود نباشد فقط بی ارزش بودن زندگی او را می رساند. در نتیجه چنین تفکری آن خوشبینی قرن نوزدهمی امروزه به نوعی افسردگی تلخ تغییر چهره داده است. از این رو فرهنگ به مواد مخدر و دیگر ابزار گریز روی آورده تا از این انگاره حراس آور که زندگی ما تمرینی در بیهودگی از اجتناب برزد. آموزه روشن عهد جدید و تعالیم عیسی که زندگی ما به راستی اهمیت دارد و ما در قبال آن پاسخگو هستیم در تقابل کامل با این دیدگاه قرار دارد. حقیقتی که هر انسانی بدون تحقیق و تعمق فلسفی نیز از آن آگاه است. مردم در قلبهای خیش احساسی به خداوند دارند. خالقشان به آنها وجدان عطا کرده و میداند آنها در قبال اینکه زندگی خود را چگونه سپری کرده اند مسئول و پاسخگو خواهند بود. روزی فرا خواهد رسید که خداوند هر زن و مردی را با معیارهای قانون مقدس خیش داوری خواهد کرد. پولس رسول در آتن متوجه شد پرستشگاهی برای خدایی ناشناخته برپا شده است. از این رو در حضور فلاسفه روزگار خیش گفت پس من آمدم تا آنچه را نشناخته می بر شما اعلام کنم. باری اینک خدا بر دوران جهل دیده فرو بسته و آدمیان را آگاه ساخته است که جملگی در همه جا باید توبه کنند. اعمال رسولان فصل 17 آیات 23 و 30 فرمان پولس در گستره خود جهان شمول بود. خداوند دیر زمانی در برابر نافرمانی های بسیار انسان بردباری نشان داد اما لحظه حیاتی در تاریخ نجات فرا رسیده بود و نیازی مبرم به توبه احساس می شد. پولوس در ادامه می گوید چه روزی را مقرر داشته است که در آن جهان را به میانجی مردی که معین کرده داوری دادگرانه خواهد کرد و با برخی زاندن او از میان مردگان همگان را زمانت بخشیده است. اعمال رسولان 17 آیه 31 واکنش به بیانات پولس این بود. وقتی این مطلب را در خصوص رستاخیز مردگان شنیدند، ادهی او را مسخره کردند، ولی ای گفتند خب درباره این چیزها در فرصت دیگر به سخن تو گوش خواهیم داد به این ترتیب پولس شورا را ترک کرد چند نفر از جمله دیونیسوس که عضو آن شورا بود و زنی به نام دامرس و چند تن دیگر به او گرویدند و ایمان آوردند اعمال رسولان فصل 17 آیات 32 تا 34 می بینیم حتی امروز هم اوضا تغییر نکرده است وقتی به مردم میگوییم خداوند روزی را معین کرده است و در آن روز جهان را با عدالت داوری خواهد کرد مردم میخندند آنجا در آتن نیز فقط شمار اندکی پولس را جدی گرفتند و امروز هم تعداد کمی از مردم ایمان دارند جزء جدایی ناپذیر این شهادت رسولانه این اعلان بود که خداوند روزی را برای داوری معین کرده است هرچند چون این روزی را رسولان بنیان نگذاشتند. حتی مسیح هم بنیان گذار آن نبود. اگرچه عیسی بارها درباره آن سخن گفت. روز داوری عمیقا در عهد عتیق ریشه داشت که به مردم درباره فرارسیدن زمانی که در آن داور آسمان و زمین همه امور را محاسبه خواهد کرد زنهار داده بود. سال گذشته وقتی در دانشگاه فلسفه تدریس می کردم درباره نقد امانوئل کانت بر براهین سنتی برای وجود خداوند و در کنار آن برهان جانشین کانت در این باره سخنرانی کردم که مبتنی بر فهم او از دستور مطلق بود. کانت می گفت در هر انسانی حسی از ضرورت هست که وجدان او را شکل می دهد و محرک اخلاق است. پرسش کانت این است که آیا این احساس ضرورت بیمعناست؟ اگر هیچ بنیانی برای حس اخلاقی ضرورت نباشد هر گونه تلاشی برای ساختن اخلاقی معنادار نابود می شود و بدون اخلاق معنادار نیز تمدن دوام نمی آورد. برای اینکه حس تمیز درست از غلط در آدمی معنادار باشد باید عدالتی باشد. به عبارت دیگر باید به عدالت پاداش داده شود و شرارت تنبیه گردد. هرچند عدالت همیشه پیروز نیست. این مطلب کانت را به این نتیجه میرساند که بپرسد چرا بدی شکوفا می شود و عدل زیان می بیند و نتیجه می گیرد که چون عدالت امکان تحقق در این زندگی را ندارد باید نوع دیگری از بقا آن سوی گور باشد که عدالت در آن حیات دیگر گسترانده شود. پس از آن در کمال شگفتی دریافتم یکی از دانشجویانم در کلاس صرفا با شنیدن تعمق کانت درباره داوری پایانی به مسیحیت گرویده است با این همه نزد عیسی مسیح داوری پایانی مسئله تعمق و تفکر نبود اعلان خداوند بود و او مرتبا به انسانها درباره این واقعیت مطلق هشدار میداد مثلا با بیان اینکه باری شما را میگویم هر سخن بی بنیاد که آدمیان بر زبان رانند به روز داوری پاسخگوی آن خواهند بود متا دوازده آیه سی و شش. این عبارت مسیح بیانش ایای نبی را به خاطرمان میآورد که وقتی با پاکی و تقدس پروردگار روبرو شد بیدرنگ از بیارزش بودن خیش گیج و حیران شد و گفت وای بر من که هلاک شدم زیرا که مردی ناپاک لبم و در میان قومی ناپاک لب ساکنم و چشمانم پادشاه خداوند لشکرها را دیده است اشعیا فصل 6 آیه 5 اگر درباره کلمات بیهوده ما داوری شود هر واژه‌ای که آمدانه بر زبان جاری می‌سازیم تا چه اندازه داوری خواهد شد سالها بعد به همان دانشجویی برخوردم که در کلاسی که تدریس می کردم حضور داشت و اکنون رفته بود تا در علم اعصاب تحصیل کند. در خلال دیدارمان او از سخنان من در آن جلسه یاد کرد که درباره کانت و داوری پایانی گفته بودم. در ادامه درباره چگونگی عملکرد مغز از دیدگاه علمی سخن گفت. توضیح داد که هر تجربه ای داشته باشیم در مغزمان ضبط می شود. در واقع می گفت رایانه در ابعاد یک ساختمان لازم است تا بتواند همه ی آن داده هایی را که فقط در مغز یک انسان ثبت می شود حفظ و نگهداری کند. سپس فهم علمی خود را به داوری نهایی گره زد در حالی که می گفت تصویری از خداوند را در روز داوری در ذهن دارد که در آن پروردگار همه ی تجربه های ضبط شده در مغز هر انسان، هر فکر، کلام و کردار را باز پخش می به گونه‌ای که هر مدرک آنچنان روشن و انکار ناپذیر است که توان هر گونه بحثی را از انسان خواهد گرفت. نکته ای که در استعاره دانشجوی سابق من نهفته آن است که چه بایگانی آگاهانه مغزی داشته باشیم، چه نداشته باشیم، خداوند از هر آنچه اندیشیده ایم، گفته ایم و کرده ایم به تمامی آگاه است. تعلیم عیسی بیشتر خطابه ها نقطه اوجی دارند. این نقطه اوج درباره معزه ایسا بر سر کوه زیتون صدق می کند. در پایان آن خطابه ایسا می گوید از انبیاء دروغین برحضر باشید که در لباس میش به نزد شما میآیند، ولی در باطن گرگان درنده هن. آنان را از کارهایشان خواهید شناخت. آیا می توان از بوته خار انگور و از خاربون انجیر چید؟ همینطور درخت خوب میوه خوب به بار می آورد و درخت فاسد میوه بد. درخت خوب نمی تواند میوه بد به بار آورد و نه درخت بد میوه خوب. درختی که میوه خوب به بار نیاورد آن را می برند و در آتش می اندازند. بنابراین شما آنها را از میوه هایشان خواهید شناخت. متا فصل هفت آیات پانزده تا بیست بسیاری از مسیحیان انجیلی از اینکه مسیح درباره داوری پایانی سخن گفته بیخبرند اما او آشکارا در این باره حرف زده و گفته است هر شخصی بر اساس اعمال خیش داوری می شود. ما به سختی بر آموزه آمرزیدگی به صرف ایمان پای فشردیم اما گاه اشتیاقمان به نجات از طریق ایمان به جای اعمال به این تفکر منتهی می شود که اعمال ما برای خداوند مهم نیستند اگرچه در اینجا میخوایم که داوری ما بر اساس اعمالمان خواهد بود پاداشایی که خداوند در داوری پایانی در میان بندگانش توضیع خواهد کرد بر اساس اعمال آنها خواهد بود ما در جایگاه مؤمنان مسیحی دلگرمی شویم که های مطابق با میزان اطاعتمان به ما خواهد رسید پس اعمال چه خوب و چه بد بیش از اندازه مهمند چرا که همگی آنها داوری خواهند شد. عیسی در ادامه آیات 21 تا 23 متا می گوید نه هر کس که مرا خداوندا خداوندا خطاب کند به پادشاهی آسمان وارد خواهد شد بلکه کسی که اراده پدر آسمانی مرا به انجام برساند. وقتی آن روز برسد بسیاری بر من خواهند گفت خداوندا خداوندا خداوند آیا به نام تو نبوت نکردیم آیا با ذکر نام تو دیوها را بیرون نراندیم و به نام تو معجزات بسیار نکردیم آنگاه آشکارا به آنان خواهم گفت من هرگز شما را نشناختم از من دور شوید ای بدکاران در روز داوری مردم مدعی خواهند شد که عیسی را میشناسم و با تأکید او را خداوند خطاب میکنند ادعا خواهند کرد اعمال نیک انجام دادن و در فعالیت های کلیسا درگیر بودن. با این همه ایسا قاطعانه به آنها خواهد گفت هرگز آنها را نمی شناسد. بعدها ایسا در انجیل متا تمثیلی را درباره پادشاهی ملکوت بیان می کند. متا فصل 25 آیات 1 تا 13 مسئله ده دختر جوان در آن روز پادشاهی آسمان مثل ده دختر جوان خواهد بود که چراغهای خود را برداشته به استقبال داماد رفتند پنج نفر از آنان دانا و پنج نفر نادان بودند دختران نادان چراقهای خود را با خود برداشتند ولی با خود هیچ روغن نبردند اما دختران دانا چراغهای خود را با ظرفهای پر از روغن بردند چون داماد در آمدن تأخیر کرد همگی خوابشان برد در نیمه شب فریاد کسی شنیده شد که می گفت داماد میآید به پیشواز او بیایید. وقتی دختران این را شنیدن همه برخواسته چراغهایشان را حاضر کردند. دختران نادان به دختران دانا گفتند چراغهای ما در حال خاموش شدن از مقداری از روغن خودتان را به ما بدهید. آنها گفتند خیر برای همه ما کافی نیست. بهتر از شما نزد فروشندگان بروید و مقداری روغن برای خودتان بخرید. وقتی آنها رفتن روغن بخرند داماد وارد شد کسانی که آماده بودند با او به مجلس عروسی وارد شدند و در بسته شد بعد که آن پنج دختر دیگر برگشتند فریاد زدند ای آقا ای آقا در را به روی ما باز کن اما او جواب داد به شما میگویم که اصلا شما را نمیشناسم پس بیدار باشید زیرا شما از روز و ساعت این واقعه خبر ندارید. سرور ما چنین هشدارهای جدی به ما و به جهانیان می دهد. خداوند روز را و داوری را تعیین کرده و آن داور هم خودش است. پس بهتر است در آن هنگام برای ایستادن در پیشگاه داوری الهی آماده باشیم.